بحث روی کارهای ادبی قهار آسی و نوشته های بسیار عمیق نیازمند است. اما آنچه که در یک برش شفاهی و گفتاری میشه گفت اویست که کلیات قهار آسی که 1000 صفحه شعر در بر میگیره و با مطالعه کلیات به یک قطعه شعر عجیب تکان دهنده مواجه شدم. نام او شعر است از باغچه های تاریک و در عقب سال 1370 در کابل در 13 صفحه نوشته شده. این شعر در میان اشعار 1000 صفحه‌ای برای من قابل دقت، نقد و تحویل است. شاید شاعر در این شعر اولین تجربه های شکستن فرم و ساختار را تجربه می کنه. دمی شعر است که به ایجاد متن می رسه و دمی شعر است که به فروپاشی تقابل های دوتایی بین نثر و شعر می رسه. مچار تازگی بنیادی را در این قطعه شعری مشاهده می کنم. تازگی اول شکستن راوی و روایت است. در شعر سنتی و شعر مدرن یک پارچگی زبانی، یک پارچگی وزن و یک پارچگی روایت مطرح است. شاید اولین قطعه است که با شکستن راوی و روایت مواجه استیم. شاعر در این قطعه با چند راوی مواجه است. راوی شاعر، راوی پیرمرد، راوی شخص سوم که میشه او را کلان راوی نامید و راوی باد سواهی و چند راوی پنهان دیگر. شاعر با برسمیت شناختن روایت های متفاوت، صداهای متفاوت در درون یک متن چند صدایی ایجاد می کنه. شاید اولین شعر چندین روایته و چند صدایی باشه. تازگی دوم شکستن فرم و ساختار است. یکی از کارهای بسیار بنیادی در شعر از باغچه‌های تاریک شکستن فرم و ساختار است. اولین قطعه شعری است که در او تنوع وزن و تنوع قالب موج می‌زند. شاعر تابع یک پارچگی وزنی و یک پارچگی ساختاری نیست. در این قطعه ما می‌بینیم که شعر نیمایی در کنار سپید و آزاد و شعر سپید و آزاد در کنار رباعی و غزل ترکیب شده. ترکیب نیمایی و سپید و آزاد و رباعی و غزل با نثر شاعرانه و نثر گزارشی و نثر عامیانه یکی از کارهای بسیار جدی شکستن فرم و ساختار است که نه تنها تا سال 1370 بلکه تا هنوز هم کمتر اتفاق افتیده. به تازگی در کابل آگاهی ندارم، اما در خارج از کشور معدود شاعرانی میخواهند که به تجربه های شعر تلفیقی دست پیدا کنند. از باغچه های تاریک یک شعر تلفیقی است. تنوع وزن، تنوع ساختار،
و تنوع فرم. این تازگی به خودی خود یکی از کارهای بنیادی است. تازگی سوم شکستن مرز بین تقابل‌های دوتایی است. هیچ شاعری جرأت نمی‌کند که در کنار یک غزل چند بند نثر اضافه کند. از باغچه‌های تاریک شاید اولین شعری باشد در شعر معاصر ما در دهه 60 و 70 که مرز بین شعر و نظم فرو می پاشاند. نثر با قطعات از فرمهای شعری ترکیب می شود. مرز بین شعر و نثر فرو می پاشد. دیگه هیچ کسی نمی تواند بگوید که کدام گونه نوشتار شعر است و کدام گونه نوشتار نثر. وقتی که با حرکت نوشتاری مرز بین شعر و نثر فرو می پاشد، اینجاست که ما با یک قطعه متن مواجه می گردیم. تازگی چهارم شکستن تضمین سنتی است. ما در شعر گذشته خود بندی از شاعر گذشته را تضمین می کردیم و به مو فهوای وزنی و محتوایی ادامه می دادیم. شاعر از باغچه های تاریک برای اولین بار با روی کرد به بینامتن و شگرد نقل قول های علنی و پنهان تضمین سنتی را میشکنانه و در درون متن غوغای جدیدی را از طریق بینامتن و آوردن نقل قول ها ایجاد میکنه. بینامتن و نقل قول با تنوع راوی ها و روایت ها ارتباط دارد. قطعی که رویش حرف میزنیم یعنی از باغچه های تاریک یک متن است. متن چند منظوره، متن چند روایته، متن چند وزنه، متن منصور و منظوم. از این بابت با شمردن چهار تازگی در از باغچه های تاریک میشه گفت که بسیاری از اشعار کلیات قهار آسی شاید بعد از این مربوط به تاریخ ادبی زبان باشد. اما برخی از قطعات ای کلیات من جمله از باغچه های تاریک جز نقد ادبی است. سرمشق است برای شاعران پسا ساختارگرا و شاعران بعد از مدرن. فضای کنونی فضای شکستن ساختار و فرم است. ما در عصر بعد از مدرن زندگی می کنیم. فضای زبانی ما فضای بعد از مدرن است. شعری که امروز شکل می گیرد شعری است با گونه های متفاوت نوشتاری، شعری است تلفیقی و ترکیبی. شعری که در قرن 21 شکل میگیره از این گونه شعر هاست. ولی از باغچه های تاریک که در دهه 60 و 70 شکل گرفته میتونه سرمشقی باشه برای شاعرانی که در قرن 21 به شعر نویسی و متن نویسی سرگردانی میکشن. از این بابت شعر از باغچه های تاریک ما یک سرمشق و یک حرکت تازه و خلاقانه در شعر زمانه دیروز و زمانه ما می دانم. شاد و خلاق باشید و سلامتیتان با امید روزی که ما بتانیم بر کارهای زبانی ای شاعر سوترک نقدهای بسیار بنیادی و جدی بنویسیم.